من اون تیک روزنامه رو اون روزنامه رو اون تیکش رو بریدم، بعد یواشکی مخفیانه برداشتم، پرداست رو بردم تو دادگاه. تو دادگاه اینو به بدر مسعود دادم، گفتم که بخون ببین که چه چیزایی اینا برداشتن نوشتن که اصلا مواردش رفتی به دادگاه نداره و همهش هم درست معکوسه و الیه ما به کار برده شده. اینا که میگن دادگاه علنی، چجور علنیه که چیزایی که نوشتن هیچ کدوم از نظرات ما نیست؟ که بدر مسعود اونجا بلند شد به رئیس دادگاه گفتش که شما آیا مگه اینو اعلام نکردید که دادگاه علنیه؟ گفت چرا علنیه، ما هم اعلام کردیم. گفت آیا نباستی دادگاهی که علنی باشه صحبتهای ما رو هم ورداره تو مطبوعات منعکس بکنن؟ چرا همچی چیزایی ننوشتن، صحبتهای ما رو ننوشتن؟ آیا فقط بایستی به حرفای دادستان اکتفا بکنن؟ در روزنامه ها ببینید چه چیزایی برداشتن نوشتن؟ چرا این موارد رو شما میاید قلب میکنید؟ چرا در دادگاه چنین مواردی رو که ما حرفامون رو در اینجا زدیم توی مطبوعات منعکس نکردن؟ خب رئیس دادگاه هم از اونجا دید که وضعیت ناجوره، گفتش که روزنامه ها آزادن نظر خودشون هر چی هست که بردارن بنویسن و ما نمیتونیم بگیم چرا اینو نوشتی چرا اون ننوشتی. که بعدش گفت که آیا شما میگید هم علنیه هم آزادی هم هست، اونا همه چی میتونن بنویسن؟ اگر اینطوریه خب پس اشکال نداره، منم دفاعی هم در دو نسخه تهیه کردم، اینجا یه خبرنگار سوئیسی هم هست، من یه نسخه شکل آزادی هست میدم به این خبرنگار سوئیسی که اینجا هست که بتونم ببرن هر جوری بتونم استفاده کنم، چون ما آزاده بتونه بر استفاده بکنم. که تا این جریان شد که رئیس دادگاه دیدیتوریه یه مرتبه دادگاه خواسته اینجا چی شد؟ همه چیزی که برام خیلی جالب بود و از خلال دفاعیات خیلی برجسته می شد این بود که چند جوان تمامی اون دادگاه رو با اون کبکبه و دبدبه به هیچ گرفته بودن. رئیس دادگاه و بقیه رو با اون لباس‌های تشریفاتی و پر از زرق و برق و ستاره، ساواکی‌ها رو با اون قیافه‌های عجیب و غریب پلیسی و عینک‌های دودی و قیافه گوریمالند حسینی شکنجه‌گر که دم در وایساده بود و به تک تک مجاهدین مرتب چشخوره می‌رفت که یعنی حواستون باشه که بازم در اتاق شکنجه خدمتتون خواهم رسید. اما اون قهرمان ها واقعا همه اینها رو به هیچ گرفته بودن. برادر مجاهد مسعود رجوی در دفاعیاتشون تمامی اتهاماتی رو که متوجه همپروندی های خودشون بود همه اینا رو سعی میکردن که به خودشون نسبت بدن و خودشون به عهده بگیرن تا همپروندی هایشون از اتهاماتی که بهشون میزدن تبرئه بشن و آزاد بشن.